سلام میدم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و برنامه چشمانداز ها با طهره روزبه هستیم. سلام بر تو طهره عزیز. منم همینطور به خودت و بینندگان عزیز سلام دارم. بار دیگر ترامپ تاریخ ساز شد. برای دومین بار در آمریکا رئیس جمهوری استیزا شد. استیزایی که بعد از شورش یا در واقع حمله ترامپیست ها به کنگره آمریکا همه رسانه های جهان رو معطوف کرد که انتخابات و نتایج آن به سادگی قابل پذیرش برای جناح‌های درگیر نیست. ارزیابی شما از این قضیه چه هست و چه موانعی در مقابل بایدن قرار داره، رئیس جمهوری که در واقع دستاوردهای یک دستگاه ویران رو از ترامپ داره در واقع تحویل میگیره. منو به یاد اون ویرانه قضایی میندازه که به اصطلاح شاهرودی از رئیس قبلیش گرفت. امروز ترامپ رفته و بایدن میاد با دنیای از مشکلات، از مسئله بازگشت به برجام تا معاهده پاریس تا معاهدات بین المللی و بازگشت به سازمانهای بین المللی و بیش از آن مسئله تضادها و خصومتهای بسیار بسیار مهم و شکاف بسیار مهمی که در آمریکا هست بین غرب و شرق این قاره با وسط و جنوب آن. این رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ مسئله استیضاحی که شد برای دومین بار، خب موتورش دموکرات ها بودند و خیلی سعی کردند که جمهوری خواهان هم باشون همراه بشن و نارضایتی هم به حال اونجا هست، به خاطر اینکه حیثیت و آینده جمهوری خواهان هم مطرحه با این طور پایانی که برای ترامپ اتفاق میفته، یک نوع بسیار تراژدی که با اونها به هر حال باید بعدش انتخابات بشن، بعد نمیدونم رأی بیارن، خیلی مسائل هست به هر حال اونها توشون مسئله بود. ولی در این حال دموکرات ها در این که موفق بشن چنین یارگیری گسترده‌ای بکنن نکردن، نشد. ولی خودشون با نیروی خودشون توی کنگره، چون مثلا 220 چند رأی بود و با 200 خوده، یعنی اصلا نتونستن از تعداد حتی قابل توجه نه خیلی زیاد سر جمهوری به نسبت تمام استیزاهایی که تاکنون شده بیشترین نماینده مخالف رو گرفتن، حدود 10 نفر از جمهوری خواها رأی دادن. تعداد کمی به هر حال، منظورم این که به هر حال اونجا خیلی نیرو دارن اینا، اونا نمایندگانشون به بخش کوچیکی در واقع رأی دادن، خیلی تغییر زیادی نشده به شکاف بزرگی، به خاطر اینکه اونا نمیخوان سر این اشعاب پیدا بکنن ترامپ، چون بعدش معلومه چجوری بخواد جمع کنن. ولی با وجود این تو سنا هم خب طبیعتاً چون اونا در واقع قانون 25 ریاست جمهوری رو هم اولتیماتوم داده بودن، یعنی پیشنهاد کرده بودن که خود به اصطلاح معاونش پنس به هر حال خلعیت کنه، خلع صلاحیت اینها، ولی اونا صورت نگرفت، خاطر اینکه اونا جمهوری خواهان نمیخواستن تن بدن به این نوع حد از شکاف در درون خودشون. ضمن این که به هر حال سیاست هایی که ترامپ به عهده گرفته فقط این حالت های اخیر شورشی نیست حمله شده اینا، که در اینجا حتی اونها سکوت کردن، همراهی کردن، اینطوری نبود، مشخص بود که اینطور که بسیج میکنن میارن جلوی کاخ یا جلوی کنگره، صدها هزار نفر نیرو بسیج کرده بودن آورده بودن، خب معلومه اون جمعیت اتفاق میفته اینطوری چیزها، حالت اشباه رسیده بحران، کسی نمیتونست اینا رو اصلاح اینطوری فکر کنه که اتفاق نمیفته. ولی با وجود این به هر حال از خط قرمزهای دولت آمریکا و طبقه سیاسی آمریکا به هر حال فراتر رفت، حمله به کنگره، کشته شدن، خشونت اینها و گروگان گرفتن و اشغال، یعنی اصلا بحثی نیست که مثلا یه حرکت کوچیکی تو افتاد، مهمترین نهادهای قانون اساسی و دموکراسی در آمریکا در گیومه
اشغال شد. به هر حال هر چی بود، حالا بعضیا در ماهیت این اشغالگران بحث میکنن، ولی اون چیزی که مستقل از اون کسی نمیتونه منکرش بشه اینه که این اشغال شد. این نهادها، این نهادها نمیتونن واسه 5 تا آدم اشغال بشن، بله همیشه میتونن اشغال بشن. یک جمعیت بسیار هیجان زاده، جمعیت خشمگین، فضای عمومی که مملو و از این اتفاق نمیافتاد، این نمیافتاد. به همین دلیل این در واقع تکان دهنده است. همه هم الان در آخرین لحظه سعی میکنن خودشون تبرئه کنن، چه جمهوری خواهان چه خود ترامپ. خود ترامپ هم میبینیم که در آخرین لحظات تمام تلاشش اینه که چون دیگه آخرین فرصت ها هست و اون بهش هم خیلی فشار رو بردن و حتی ممکنه محاکمه بشه، ما رئیس جمهور یاقی به قانون، به قانون اساسی و خیانت به این که الان داره میگن، همشون میگن اونایی که سیزا کردن از حرف میگن، خیانت به قانون اساسی، خشونت، همه اینها تو پروندهش هست. و احتمالاً حتما هم همینطوری بوده که دموکرات ها میدونستن که این رأی به این معنای این که دو سوم بیاره، اکثریت بیاره، سنا بیاره، اتفاق میفته، ولی اونها میخواستن به هر حال اینو بسیار نشان بدن که اینا طرفدار قانون اساسی هن، رقیب، طرف مخالف قانون اساسی، مقررات نقض کرده. و به خصوص ترامپیزم به این معنا نیست که حالا ترامپ از این دولت خارج میشد، اخراج میشد، دیگه از بین میرفت، محو میشد. نگران بودن چون در جامعه دو شقه شده در آمریکا، این روشنه. اینها ناراضی بودن و این نارضایتی هست همچنان و خشمگین تر هم میشن به این شکل وقتی حذف میشه ترامپ. خب طبیعی است که میخواستن آینده اینم بسوزن، اینم که اشتهای سیاسی داشت خودش، همکارانش، و میتونستن در آینده همونطور که الان در واقع یک نوع زیگنال هم میزد، میگفت خواهد شرکت بکنه اینا، بازه دیگه این تبدیل نشه به یک قلبر استخوان لای زخم در آینده. پس بنابراین اینا استیضاح دوم، علی‌رغم این که میدونستن رقبا اونقدر رأی بهشون نخواهند داد که بتونن قانونش بکنن، چون گفتم با استیضاح از یک مثلا با این تعداد آرا نمیشه، من سنا هم که اونطور که گفتم قطعا نمیاره و اونا هم گفتم ما رأی نمیدیم، یعنی مخالفیم، به خاطر یه هفته بوده و مشکلات هست و اصلا نمیرسیم و اینا، بخواد بره اصلا چندین ماه طول میکشه و این مسائل. و همین دلیل اونا هم سعی میکنن چاشنی رو بکشن با کمترین در واقع تکان و آسیبی به خودشون برسه. خب از یه طرف ما شاهد هستیم در آخرین لحظات ترامپ این ویدئویی که پر کرده کاملا روشنه که موضع جدیدی گرفته، حالا به شکل مانو، به شکلی که خیلی ها باورشون نمیشه که اصلا واقعی باشه، ولی به هر حال در آخرین لحظه، چون به هر حال قانون و قدرت و همه اینا رو خب میدونه، میشناسه سر جاشه، برای اینکه گزک نده نتونن رسما محاکمش کنن، رسما به اصطلاح اتهامات بهش بزنن، اومد رسما دیگه، چون خود هم جنایاش هم بهش فشار میوردن که تو با صراحت باید محکوم کنی اینو، این ماجرای اشغال کنگره رو. به همین دلیل این اومد محکوم کرد، یعنی تمام اون حامیان رو که تا دیروز حاضر نبود محکوم کنه و میگفت باستید و در موقع به شما گفتم آماده باشید، و اینا رو بسیج کرد تلویحا و می آورد جلوی کاخ و تحریکشون هم میکرد، مشخص بود وقتی دو سخنرانی صحبت اینا. ببینید الان محکومشون کرد، یعنی برای اولین بار با صراحت توی این ویدیو گفت، و چون یه گزارش های اومده بود بهش، اونطور که تو خود ویدیو هم هست که شورش های سراسری برای دوره ای که 20 ژانویه بایدن رسما رئیس جمهور میشه اینا تدارک دیدن، نه فقط در واشنگتن دی سی بلکه در سراسر، و این اصلا قابل تحمل نبود برای طبقه حاکمه، برای این به اصطلاح منافعی که به هر حال جناها دارن علارغم درگیری ها با هم. ترامپ به هر حال این ویدیو رو داده و رسما در واقع گفت من مخالف بودم، مخالف هستم با خشونت، به هیچ وجه نباید بشه، و اونا رو هم شدیدا بهشون گفت باید محاکمه بشن، باید همه رو دستگیر بکنه، اینجور چیزها. یعنی وارد بازی شده در آخرین لحظه، درست در دقیقه 90 که به هر حال شمارش معکوس شده. پس بنابراین این یه طرفشه، یه طرفش اینه که بایدن به هر حال اصلا خودش محصول بحران اولا، یعنی اگه بحران نبود بایدن اصلا بازنشسته شده بود، رفته بود، کسای دیگه، جریان های دیگه، روایت های دیگه اصلا داشت اتفاق می افتاد،
ولی به هر حال طبقه حاکم و بخشش که توی دموکرات اینا هستن ترجیح دادن که یه آدم اینطوری بیاد که خیلی به اصطلاح درگیر نیست با جریان‌ها، نبوده در گذشته، یه حالت به اصطلاح سانت داشته، میانه داشته، بتونه بحران‌ها رو هر دو طرفش رو که یک طرفش خود بورژوازی و در واقع جناح حاکم هست، سرمایه‌داران، وال استریت، همه اینا، یک طرفش هم کارگران، زحمتکشان، ساندینیست‌ها، خیلی مسائل دیگه، کارگرانی که بیکار شدن، زیر فشار هستن، سندیکا، خیلی جنبش زنان، جنبش سیاهان، مگه شوخیه؟ سیاهانی که ما هم به هر حال داریم می‌بینیم هر روز از آغرازشون و خشونت کلهشی شده و گسترشی که اینا پیدا کردن اعتراضاتشون. خب همه اینا هست، برای اینکه اینا رو جمع بکنی یه آدمی به اصطلاح میانه سانتری مثل بایدن رو تشخیص دادن که مناسبه تو این لحظه، ولی که بازنشسته داشت میشد اووردن، بقیه هم هست کردن، بقیه رقبا رو در درونشون اینو برکشیدن که بتونه با میانه بودن تضادهایی رو که به شکل حادی در جامعه آمریکا مثلا قوی شده، تند شده، یه طرفش نیروها، خواستا، مطالبات، جنبش ها، یه طرفش هم بورژوازی است که تو همین شرایط کرونا چگونه مثل بارش نمیبندن، چگونه شکاف طبقاتی حتی در همین شرایط هم اضافه میشه، حاد میشه، همین شرکت ها جهان گلوبال ها اینا میبینیم دیگه کاراشون. پس بنابراین برای اینکه اینها رو بشه یک بلوک به اصطلاح هژمونی که کنار هم قرار داد گسترده، آدمی مثل این که حاد نشه تضادها اینا و الا از هم جدا میشن، واگرایی نشه. خب این حالت و هم ولی این خودش در ذات خودش در واقع یک نوع ستروری رو داره، چون گرایش های متضادی رو شما گرد بیارید در بالا، درسته که در شرایطی که نمیگید به رقیب اینا رو دارید، ولی به محض اینکه خودتون سکان قدرت رو به دست گرفتید باید وعده ها رو اجرا بکنید، شکاف ها شروع میشه. یعنی شکاف ها حل بشو نیست که به این سادگی، که حالا در مقابل خطری مثل ترامپ اینها تونستن یک چنین بلوک رو شکل بدن، ولی با مطالبات انباشته جامعه آمریکا وجود داره. میخوام بگم ترامپیزم اونطور که اینها میخوان تمام شر رو به یک آدمی مثل ترامپ در واقع آوار کنن، این خودش یه شارلاتانیسم سیاسیه، یک نوع از فرافکنی کامله. به هیچ وجه خود ترامپی که میلیون ها نفر، 73 میلیون رای پشتش هست، کلی از این سازمان های محافظه کار مثل اون باشگاه رشد هست، اونایی که مخالف به اصطلاح مالیات و فلان اینا، یا اون شورای پژوهش خانواده که چیزایی مسیحی و فلان اینا هستن، مسیحی آوانگلیست، بعد یا در واقع اونایی که مخالف سخت جنین و این جریانات همجنس گرایان و اینا هستن، و خود یه دستگاه تبلیغاتی های بزرگی که مثل فاکس نیوز و اینا که پشتش بود، یا او جریان برایت بارت نیوز که مثلا هست و اینا، که اینا جریانات بسیار جدی محافظه کار هستن که خیلی هاشون با او باورهای مذهبی و ترس از رشد سیاهان و ترس از رشد همجنسگرایان و مخالفانی که کسایی که فکر میکنن که مثلا انرژی پاک یا همین به اصطلاح سرمایه جهانی همه این چیزها رو، کارها رو داره میبره، خب این همه پشت ترامپ هست. ترامپ نمیدونه بدون اینا خودش نمیشد، خصوصا هرچند یه خودش یه حالت یه خصومت نژادی و یه تفرعن آمریکایی و اینا واقعا داره، ولی واقعیتش اینه که نمایندگی میکنه اون عقب ماندگی و واقعا چیز نجات پرستانه و ناسیونالیستی توی آمریکا رو، و بی سبب نیست که میشه گفت که ترامپ، حتی این جنبش ترامپیست بدون ترامپ شاید یه ترامپ تازه‌ای رو بیافرینه که این نادانی های ترامپ رو هم نداشته باشه، خیلی آدم باهوشتری باشه. بله همه این رو میتونه اتفاق بیفته. اون چیزی که مهمه اینه که الان طبقه حاکمه فعلا که اوضاع خراب شده میخوان همه رو سرشکن کنن روی یک فرد تا بحران رو پنهان کنن. بحران اصلی که الان صحبت کردیم که چگونه این بلوکی که با هم اومده، بلوکی منجمد شده هست، نمیتونه باز بشه، که
چون اگه باز بشه دو تا گرایش متضاده، یعنی شما از یه طرف زحمات، کارگران، جنبش سیاهان، جنبش زنان و محیط زیست و خیلی مسائل دیگه هستن که شعارهای رادیکال اینا به هیچ وجه با شعارهای بسیار بورژوازی نمیخوره، هماهنگ نیست و مردم از قضا پناه بردن به ترامپ از شر اونها، چون اونها حاکم بودن در گذشته، اینا اومد شعارهای داد چون اونها در قدرت بودن، این اپوزیسیون از اونجا وارد شد، خب نفوذ کرد و مردم به هر حال برد، این یه واقعیتیه. ولی الان وقتی که میاد بایدن، در واقع مسئلهش هم در درجه اول مسائل داخلی زمینه که با انباشت بحران ها مواجهیم. امروز جهان در یک حالت بحران موردی موضعی نیست، به خاطر اینکه مسائل حل نشده در گذشته ترافیکنی وجود داشته و الان انباشت مسائل، یعنی شما یک مسئله نیست حل کنید، مسائل آمریکا مثلا مسائل بین‌المللی هم هست، جهان هم هست، چین هم هست، خاورمیانه هم هست، ایران هم هست، اروپا هم هست که به هر حال شکافهایی داره با خودش، با همه، یعنی انبوی از مسائل فقط در سطح جهانه، ولی همه اینا یه طرف مهم مشکلات داخلی آمریکاست که شکاف بزرگی برداشته شده، اونهایی که از جهانی شدن بیشتر از همه متضرر شدن. ترامپ تونسته بود اینها رو زیر چتر خودش با وعده های فریبنده جلب کنه و از یه طرف فقط هم ترامپ نبود، همین بخشی از طبقه حاکمه که خود جمهوری خواهان باشه، محافظه کار بوشوازی حامیش بودن، یعنی ترامپ هم اگه بخواست تنهای بشه اصلا به اینجا نمیتونست برسه که، یعنی طبقه سیاسی حاکمه آمریکا دو شقه شده. منتها خب ترامپ هم ویژگی های خودشو داره در این مجموعه، پس بنابراین این الان به این نتیجه رسیده که ترامپ همون که روز اول به جمهوری خواهان ادای دین کرد، احترام کرد، موقع خارج شدن هم ادای دین کرد با انتشار ویدیو، تمام بسیار قوانین و مقدسات رو در آخرین لحظه گذاشت به خاطر اینکه خودش نجات بده در آینده، در محاکمات، در خیلی از مسائل. ولی به هر حال اون جناح بایده تازه مشکلات از روز اول برای شروع خواهد شد در تمام حوزه ها. خوستم خواه الان مسئله این مسئله کرونا و قربانیان کرونا هست که میشه گفت که مثلا الان نزدیک 380 هزار نفر قربانی داشته تو آمریکا، با سرعت الان وحشتناکی هم این در حال تشدیده، مثل خود بریتانیا که الان روزانه 1000 تا 1500 نفر واقعا میمیرن، 80 هزار 90 هزار نفر روزانه قربانی میشن و گرفتار این ویروس میشن. توی آمریکا هم این سرعت به شکل وحشتناکی است، فضای سنگینی روی اونا هست که وظیفه سنگینی روی دوش در واقع بایدن خواهد گذاشت، یعنی مقابله با مسئله ویروس کرونا. در این حال هم به قول شما یک بلوک بزرگی به وجود اومد، یک بلوکی که فیسبوک و اپل و در واقع زوم و همه این چیزای مدرن، بورژوازی مدرنی که در واقع توی بورس ها بودن و توی فضای مجازی رو سازمان میدن، اینا رفتن از این بر کنار در واقع بایدن و از اون بر، یعنی طرفداران جهانی سازی، و از اون بر در واقع تودهی که علیه جامسی آن مهم است، روشنفکرا، همجنس گرایان، جنبش های خصوصا جنبش زنان، اینا همه در واقع پشت این گرایش بایدن هستن. یعنی دو سیاست، یکی سیاست در واقع افزایش مالیات بر ثروتمندان، شکاف های بزرگ طبقاتی و نژادی که اونجا هست، همه اینا به یک برنامه مدونی نیاز داره. یعنی اگر رفورم های جدی صورت نگیره توی آمریکا، معلوم نیست ما با عروج مجدد یک جنبش در واقع نیمه فاشیستی یا نئوفاشیستی مدرن در واقع توی آمریکا مواجه نباشیم. همونطور که ترامپ اومد با این به اصطلاح جنبش، طبیعیه که این قضایه هم هست. اما بسیاری سوال میکنن چه موانعی هست برای بازگشت آمریکا در دوره بایدن به برجام، چرا که یه موقعیت تازه‌ای رو هست برای ما به عنوان ایرانیان، مردمانی که مشخصا این انتخاب بایدن و ترامپ دو استراتژی متفاوت رو در مقابل ما قرار میده،
بسیاری از ترامپیست ها رو ناراحت کرد، از دختر اکبر رفسنجانی، خانم فائزه، تا مجاهدین و سلطنت طلب ها و بسیارانی که فکر میکردن فشارهای ترامپی میتونه در واقع رژیم رو سرنگون کنه یا به عقب نشینی واداره. الان فکر میکنید با توجه به این تحریک هایی که از طرف ترامپیست های ایرانی داره انجام میشه، بالا بردن فلزات چیزهای اتمی، بسیار بازگشت به یه سری طرح‌های قبل از برجام، فکر میکنید چه موانعی هست؟ و چون در واقع حتی رئیس سازمان انرژی اتمی جهانی گفت که فرصت نداریم، باید زودتر این رو احیا کرد. ارزیابیتون چی از این قضیه؟ اینجا یه چند تا مسئله مطرحه. یکی همین ترامپیز و ترامپ در ایرانه که اشاره هم کردی بهش. ببین این مسئله از این جهت مهمه که در ایران شما مردم ایران به اصطلاح به نحو بی‌واسطه و مستقیم با خود رژیم سر و کار دارن، با رژیمی که هر روز داره میبینیم چه مسائلی رو، چه ویرانی رو، چه بدبختی رو هر روز تولید میکنه. یعنی مثلا یه روز واکسن رو اصلا ممنوع میکنه وارد کردنش. با یه حکومت متعارف که عقل معمولی داشته باشه، عقلانیتی که به معمولا حکومت اصلا مواجه که نیست. یعنی مردم و فکر میکنم میبینن که اون چیزایی که تو افسانه ها خونده بودن فلان رئیس جمهور یا مثلا رئیس جمهور که نه، پادشاه مثلا مستبد در گذشته دوچار مالی خولیا میشد، مثلا یومنی چشم پسرش رو کور میکرد، چشم نمیدونم فلان فرمانده رو کور میکرد که میترسید اون الان داره توطئه میکنه علیهش. اون توری توطئه الان به یه شکل وحشتناکی در قالب‌های عجیب غریب به صورت واقعیت پیوسته در زندگی روزانه قرن 21. یه رهبری که اصلا مالی خولیا زده است میاد میگه که اینا توطئه دارن میکنن، اینا تو داخل اینها یه چیزهای در ژنها و فلان اینها چه مسائل مطرح میشه، در حالی که ما این ژنها رو مثلا در موشک نمیبینیم، در تکنولوژی های دیگه نمیبینیم، در سایت و اینا که هر روز ارتش سایبری درست کردن از اونجا میدوزدن نمیبینیم، یا حتی در موشک هایی که البته از یه جهت هم حق داره توته رو، چون در اونجا هست قضا توته هم صورت میگیره، چون موشک هایی که درست کردن دقیقا قطعات معیوب توش گذاشته بودن که میرفتن هوا الان دیگه اصلا سکوت کردن، چندین موشک هوا کردن با هزینه های خیلی زیاد، یه دفعه خودشون نمیدونستن اون قطعه های معیوب در فضا و در اون نقطه که بعد حادثه اتفاق میفتاد اصلا از کار میفتاد، تو تمام دستگاه هاشو نفوذ کردن. این یه واقعیته. ولی این که در حوزه پزشکی تندرستی اینو تعمیم میده به جای اینکه اونجاها بده، اونجا اصلا نمیگه، اینا رو مخفی میکنه چون اونا قرار ادامه پیدا کنه و هر روز با سرعت بیشتری هم سرقت همین سرقت تکنولوژی اتفاق میفته، اونجا که میتونم میبینیم که دستگیر میشن فلان میشن. مسئله پس بنابراین این هستش که در ایران اون چیزی که مسئله فائز هاشمی اتفاق افتاد، خب از چند جنبه جالب روزنامه ها افکار عمومی و رسانه ها و شبکه ها روش متوجه شدن، خیلی الان دعوای داخلی در حکومت اتفاق افتاده، خاندان هاشمی و برادران با هم افتادن با خواهران و فلان، بعد یعنی مسائلی است که به هر حال خیلی داغ شده فلان، ولی یه چیزی رو اصلا برجسته نمیکنن و اون اینی که در ایران واقعیت داره که رژیم از ترامپ خطرناک‌تره و این اینو نگفته و نمیشه به این صورت بگه، ولی دیگران هم از اینارش میگن خیلی اینو خطر، ولی اینها اینو برجسته نمیکنن که بله این واقعیتیه که در ایران واقعا اینجوریه. بله، ولی توهم اینجاست، یعنی توهم هم هست وجود داره، توهم اینجاست که اونایی که فکر میکنن ترامپ کمک کرده به ضعف رژیم و سقوط، این محاسبه غلطه. اینو الان شما میتونید با بیلان ببینید، علتش هم روشن اینه که رژیم هدف قرار نداده مستقیم یا سنجیده هوشمند، بلکه کل جامعه رو با رژیم و با لایملک هم بسید با هم مورد حمله قرار داده. اعتراض ما این نیست که چرا به رژیم فشار وارد نمیشه، نباید وارد بشه، اصلا باید اینجا همیشه باید اصولا فرمولا تاکتیکن استراتژی همه اینا جوری تنظیم بشه که از قضا فشار به رژیم برای تمام پیشوان ایران که مطرح میکنن بعد اضافه بشه، فشارهای داخلی و از جمله فشارهای بین المللی برای رژیم،
متا نه مردم که رژیم نیستن که. باید در این حال نوعی از فشارها وارد بشه که مردم رو در واقع زیر ضرب قرار نده، زندگیشون و استیصالشون و فلجشون و گرسنگیشون، چون اینها باعث میشه که رژیم تقویت بشه. رژیمی که استبداد هست، دموکراسی وجود نداره، معلومه که اینا رو بالانس میزنه، بالانس میکنیم پوجه رو، ثروت و هرچی که داریم رو مردم که شده واجه وحشتناک شده، ولی مردم اینا رو در واقع رژیم بهشون وارد میکنه به شکل بالانس به حساب ترامپ میذارن. یعنی اونایی که طرفدارشن، مردم که میگم، منظورم اون بخشایی که توهم دارن. پس بنابراین مسئله باید خوب فرموله بشه، خوب کلاسه بشه، یعنی قشنگ معادل روشن بشه که باید به رژیم فشار وارد بشه و رژیم از ترامپ هم خطرناکتره. اصلا به ترامپ بهانه میده، فرصت داده تو منطقه که هسته ها نمیدونم این چیزای کشتی های زیر اتمی یا ایران محاصره، همه اینها رو رژیم داره میده. کما اینکه تو همین روزهای آخر با تهدید به اصطلاح انتقام سلیمان قاسمی هر لحظه اونا رو تحریک کرد بدون اینکه کوچکترین واکنش واقعی نشون بده. فقط تحریک میکنن اونا رو که استفاده بکنن و بزرگترین مثلا حادثه هایی مثل که اسرائیل بیا تو منطقه با اینا پایگاه بزنه، اینا چیزایی بود اصلا اتفاق نمیتونست بیفته که در شرایط نرمال، ولی حکومت اسلامی همه اینا رو هموار کرده. پس بنابراین ما با یه حکومتی مواجه هستیم که از یک طرف زمین ها رو هموار میکنه، از یک طرف بیشتری سرکوب و مردم رو میکنه و ترامپیزم و ترامپ سیاستاش در واقع اینو تضعیف نکرده، تقویت هم کرد. این یه واقعیتیه. خب اون چیزی که در مورد به فائز هاشمی مخفول مونه همینه که او هم فکر میکنه که بله مردم، اگه میبینید مردم اینقدر یک جانبه استیصال پیدا کردن و رژیم اونطوری میتازه، این بی ارتباط با اون معادله هم نیست، خاطر اینکه تفکیک نشده فشار به مردم از فشار به رژیم. اینا این حکومت های ارتجاعی هست انجام نمیدن. کشورهای اروپایی هم همینطور به درجاتی همواره سعی میکنن که از طریق حکومت مردم رو زیر فشار قرار بدن، جامعه رو زیر فشار قرار بدن. خب این ارتجاعی سیاست، برای اینکه نباید به مردم آسیب وارد بشه، آسیب اونطوری که الان ما داریم میبینیم. خب این یک مسئله هست. مسئله دیگه اینه که در مورد برجام واقعیت اینه که حکومت اسلامی در دقیقه 90 با توجه به بحران قدرت و خلایی که ایجاد شده به آینده آمریکا، یعنی به هر حال جناح تندروتر بازتر سرکوب کرد مثل ترامپ یا جمهوری خواهان، میرن به سمت دموکرات ها، یعنی دوره 4 سالی. این با توجه به اینکه به هر حال سیاست دموکرات ها رو میدونه و با توجه به اینکه به هر حال اونا میدونن در رابطه با برجام چه موضعی دارن، درست همون گفتم سیاست هایی رو که تحریک میکنه تقویت میکنه ترامپیسم، اینجا هم اتفاق میفته. یعنی قبل از اینکه بیا در دقیقه 90، چون در مقابل ترامپ جرئت نمیکرد این کارا رو بکنه، یعنی همین مثلا اورانیومی که داره میسازه فلز، یا 20% و 90% که الان صحبت 90% هم میکنن، یا تمام به اصطلاح تصمیماتی گرفتن، یعنی مثلا اعلام کردن مجلس از کردن که اسرائیل در عرض 20 سال بعد دولت تصمیم کن اجرا کنه این صحبت های رهبری رو که گفته نمیدن در سال 2000 فلان اسرائیل دارن میشمورن یه هر روز شمارشش میندازن که داریم به اون سال 25 سالی که گفته اسرائیل نابود بشه نزدیک میشیم، هر روز ثانیه یک روز نزدیک میشیم، هر دقیقه یک دقیقه نزدیک میشیم. اینطوری الان اونا اصلا تصمیم کردن که اینو باید دولت اجرا کنه، این فرمایشات رهبری رو. ببینید اینا چنین تصمیماتی اینطوری میگیرن در جامعه ما. حکومت الان زده به سیم آخر، مخصوصا در این دوره ها، به خاطر اینه که میبینه که یه دولتی میاد که قصد سرکوب، قصد حمله نداره، قصد نمیدونم مذاکره داره، بعد به جای اینکه به اون موقع به ترامپ فشار می آورد، الان فشارش رو منتقل کردی به اینجا که این راه ها رو در واقع ببنده و هر چی بیشتر از در خودش امتیاز بگیره در این حوزه، چون احساس میکنه که خلای قدرت هست در منطقه. درست اونا تو منطقه مانو میدن، هواپیماهای بمب‌افکن میارن، ولی میدونن که اینا بیشتر به خاطر اینکه ایران دست از پا خطا نکنه. قصد حمله ای که تعرضی باشه بعیده، یعنی اینو ارزیابی های هم خودشون هم ارزیابی ها همه ارزیابی ها رو داریم که بعید آمریکا در این لحظاتی قصد مثلا تعرض گسترده ای داشته باشه بخواد دولت ترامپ. حتی ببین مسئله بر سر این است. بس بنابراین اینجا نکته این است که این در دقیقه 90
شروع کرده به تعرض وسیعا و خواستها رو روی میز بذاره، غنی سازی، مسائل نمیدونم اخراج بازرسان. اینجاست که ببینیم مثلا گروسی میاد میگه که رئیس آژانس که خطرناکه، چند هفته بیشتر فرصت نمونده، ایران داره به در واقع بازی میکنه. البته اینو نگفته، بازی میکنه به اصطلاح با طغیان هستی، با اون گریز هستی، با اون نقطه التهاب که یعنی من میتونم برسم به اون جای نا اگر من امتیاز ندید، یعنی به اصطلاح باجخواهی هستی. و اروپا و اعلامیه ها بیانیه هایی دیدن که رئیس شورای اروپا چه کشورهای دیگه تو همه به اینا هشدار دادن که ایران راه دیپلماسی رو نبنده، اوضاع رو خرابتر نکنه و هشدار دادن که به هر حال این چیزهای هسته اینا عواقبی داره به هر حال به طور زمینی. یعنی اونها هم نگرانن، همه نگران شدن که حکومت در واقع داره یک بازی جدید رو شروع کرده. میدونن چون خلای بحران و خلای قدرت الان هست در سطح جهان، منطقه، آمریکا، انتقاد از این در واقع در دقیقه 90 دارن بیشتر سوء استفاده میکنن. این یک شمشیر دو دمه است، یعنی از یک طرف میخوان از برجام بیشتر استفاده رو بگیرن، ولی از یک طرف ممکنه تمام راههای به اصطلاح خود برجام و مذاکره و دیپلماسی رو ببنده کامل. یعنی الان همه روی این بحث میکنن که خب وقتی بایدن بیاد با این شرایط، خب اینا که اولتیماتوم دادن قبلا، چگونه میتونه اصلا وارد میز مذاکره بشه؟ از داخل آمریکا چه جسته میتونه اجازه بهش بدن؟ اون جناح طبقه حاکمه، اونایی که برای نفوذ دارن، یعنی کاملا کار سخت‌تر میشه. ولی خامنه‌ای همونطور که گفته بعد اول تحریم ها برداشته بشه، بعد ما خیلی هم دلمون نمیخواد برجام وارد بشه. اگر بخواد وارد بشه همه اون شروط ها، یعنی الان یه شرط و شروط های اینطوری گذاشتن برای مذاکره، برای ورود به برجام. حالا بعد اون میز مذاکره چقدر اینا، البته خب ممکنه این مقدار این برابر بشه، اینا قابل حدسه، ولی به هر حال فضا رو ملتهب میکنه. یعنی فضا رو از موضع تنش باید وارد بشی، نه اینکه آرام تر بشه. به همین دلیل امکان مذاکره نیست. ببینید که خامنه‌ای همونجا هم گفت سیاست دیگه ما سر جاشه، حمایت از نایب ها، نیروهای منطقه، تمام اینها رو یکی یکی گفت. پس بنابراین یعنی ما وارد جاهای دیگه به هیچ وجه نخواهیم شد و این به هر حال بحرانه. یعنی خیلی بعیده که مسائل به این سادگی حل بشه. ضمن اینکه یک چیز رو من اضافه بکنم و اونی که بحران سازی خارجی با سیاست های داخلی حاکمیت هست از افت قدرت همرسانی داره، یعنی با هم در واقع هم افزایی میکنن. چون در ایران هم باید قدرت رو یک دست کامل، یعنی عمل تصاحب کنن یک دست به این معنا، و بعد جانشینی و بحران آینده رو دوره‌ای که دارن در اینجا احتیاج دارن که سپاه و نیروهای نظامی و سرکوب و اختناق و اینا، گل و بلبلی در کار نیست. اصلاح طلبان چیزهایی مثلا بخوام بیان یه گشایشی، این خبرها در کار نیست. برخلاف گذشته ها که بخواستن سازش کنن این جناح رو میبردن، الان رژیم در مقام اینه که در داخل هم کنترل بکنه، سرکوب کنه و آیندهشو بسازه، چون دچار بحران اونم با بحرانهای بسیار زیاد و متعددی مواجهه. این دوتا با هم در واقع همزمان مکمل هم میشن. یعنی از یه طرف بحران سازی در خارج از موضع قدرت و تهدید مذاکره کنه، از یه طرف تو داخل به هیچ نمیخواد باج بده و میخواد سرکوب کنه. پس بنابراین رژیم به این بحران احتیاج داره که اینها رو صحنه باشن، همین افراطی‌ترین جناح، خاطری که در بحران اینا میتونن باشن. ولی رژیم یه چنین پروژه خطرناکی رو واقعیت اینکه رو طی میکنه که باید افشا بشه کاملا. عنوان سوال آخر، یه سوال دیگه مطرحه، خصوصا شما از بحران و بنبستی که بخواد این جناح غالب در واقع بیت رهبری و اصولگرایان در واقع ایجاد کردن توی روابط خارجی و بازگشت به برجام دارن ایجاد میکنن، این یک چیز واقعیه و در واقع تا حد زیادی دست روحانی رو کاملا داره میبندن برای مسئله بازگشت، و خود این در کنار اون طرح‌های بانکی و مالی و همه این چیزا هست،
در کنارش مسئله کرونا است و ورود واکسن. ما هفته قبل هم در مورد ممنوعیت واکسن صحبت کردیم، اما بیش از هر چیزی الان این مسئله ممنوعیت ذهن و افکار همه مردمانی رو که با قربانیان فراوان روبروان رو در واقع مشغول خودش کرده که این واقعا چه حکومتیه که مانع از ورود واکسن میشه به خاطر امیال‌های ایدئولوژیک و منافع فرقه‌ای خودش. این چه حکومتیه که اینقدر راحت با جان مردم بازی میکنه، نفت سیاه رو نمیتونه بفروشه، میفرستش توی نیروگاه‌ها، پس از ماه‌ها و سال‌ها در مورد همین مخفی کردن بوی بد تهران، در واقع دلایل این خفگی واقعا فضا در تهران و شهرهای بزرگ، معلوم شد که همه این نیروگاه دارن نفت سیاه میفروشن، در واقع استفاده میکنن، گازوئیل وحشتناک و بنزین بسیار بسیار بد کیفیت رو به ماشینا میدن و در واقع شرایطی که میشه گفت که سلامتی مردم و جان مردم مطلقا اهمیتی نداره برای حکومت. حالا مثلا در ارتباط با روابط خارجی، خب بازگشت به در واقع برجام حداقل بسیاری فرصت‌های اقتصادی رو برای ایران ایجاد میکنه، کار شاد ایجاد بشه، یه چیزای امکاناتی باز بشه، فضا راحت تر بشه. توی این فضا سلامتی هم که این هست، واقعا چرا این حکومت دست به این اقدامات واقعا ابلهانه میزنه؟ شما شاهان و پادشاهان قرون وسطا رو گفتیم، ولی امروز ما میبینیم که این به شکل کومیک و تراژدیکی در حال اجراست. هزینه هاش رو مردم دارن میپردازن. چرا حکومت واقعا دست به این کار میزنه و اینقدر میخواد جامعه رو به تلاشی و نابودی ببره؟ چون همه میگن از یک ویرانسازی سازمانی ایدئولوژیک و ساختاری و سازمان یافته میگن در 40 سال از یک جامعه مدرن ایران به جامعه مفلوک کنونی. ارزیابی شما چند؟ در این مورد ما باید یه چیزی رو توجه بکنیم، اونی که حکومت اسلامی ایران مثلا در همین دقیقه 90 داره تعرض میکنه، تهاجم میکنه حوزه هستی و یه حوزه ای رو انتخاب کرده، فکر میکنه یه نقطه قوتشه و میتونه از این کانال به اصطلاح تهدیدهای استفاده کنه. ولی واقعیت اینه که حکومت اسلامی هم در وضعیت در واقع دفاعی قرار داره، به لحاظ اینکه اقتصاد، مردم، نارضایتی، شکاف ها، همه چیز اینه، به لحاظ اینکه یک پوشش تهاجمی داره، ولی این پوشش تهاجمی محتوای تهاجمی نداره، فاقدشه، پوسته است. داره دیگه، رژیم استقلالی داره، قدرتش، جنبش ها از این خلأ داخل هم استفاده میکنه برای چنین حالت. ما میبینیم که این به اصطلاح در حالی که اسرائیل مثلا حمله میکنه، شوخی نیست که 40-50 نفر در همین لحظه کشته شده، از حرکتی بسیار بود دنیا یا هر جای اتفاق میفتاد بزرگترین حادثه چند روز میشد. پس بنابراین ببینید مسئله اینه که رژیم اون جاهایی که باید تعرض مثلا اگه بخواد بکنه، قدرت نمایی بکنه، نمیتونه بکنه، یا اون جایی که ترور شد هیچ کار نمیتونه بکنه هیچ. ولی چه میکنه؟ اون جایی که در واقع نسیه است، شعاره به نفعشه، چون از این طرف هم سکوت هم یعنی اصلا فلج شدن، نابود شدن برای حکومت. اون قدرت نمایی دایی که داره تهاجم، بالاخره بعد یه حرکتی تکانی خودش بده دیگه، معلوم میگن همه جسد مرده است، جسد اگه تکان نخوره خب مرده است. هر اینکه هیاهو نشون بده، نشون بده زمین آره واجد قدرت هم هست، نه دروغ نه، زنده است، شروع میکنه مثلا انتقام قاسم سلیمانی رو میکنه تو بوق کرنا. ببین چه خبره، تهدیدات پشت هم ماجرا، یا تهدید میکنه که حتی آمریکا ناوشو برمیگردونه. از یه طرف دیگه در مورد هستی هم اینطوریه، ولی در مورد مثلا واکسن هم همینطوره. یعنی از یه طرف اینا ادعا میکنن ما جز 10 کشوری هستیم که افته دیگه، دوباره این قالیبا و اینا رو مطرح کرد، در 10 کشور اول هستیم در تمام زمینه‌های مهم جهان، همین تو زیر سوشی نوت کردیم، فلان تکنولوژی، فلان عرصه، فلان
از جمله همه مثلا واکسن و ویروس ها و این جور ما تخصص داریم اینا، مثلا جز 10 کشورها هستیم. ببین از طرف این ادعا رو دارم، ولی از طرف کشورهای دیگه همه دارن، مثلا اسرائیل رو نصف میشه واکسن زده جمعیتشو، ترکیه شروع کرده، ما هنوز چی نداریم، مثلا معلوم نیست، رژیم فلج کرده، جلوشو گرفته. بعد دولت هم که مسئول رسمیه بعد پاسخگو باشه به اینا، به هول و هراز افتاده، هی بعده های سرخرمن میده که نه از جاهای دیگه میگیریم فلان میکنیم، یعنی کاملا میخواد در واقع اونم بپوشونه. یعنی واقعیت اینه که رژیم اینجا فکر میکنه که از آمریکا واکسن وارد کنه، یعنی چون قدرت تعرض، یعنی سیاسی کردن یک مسئله تندرستی، ایدئولوژیک کردن تندرستی در اوجش، یعنی همه اینا اتفاق میفته در مناسبات قدرت، ولی به این شکل کمیک، به این شکل افراطی، فقط حکومت هایی که فاقد محتوا هستن، یعنی چی ندارن ولی در این حال جست تهاجم دارن، میتونن این کارا رو بکنن، یعنی باید بکنن، و همین دلیل جلوشون رو میگیره، بعد شروع میکنه به وعده دادن و هم مردم هم تندرستی اصلا براش مهم نیست، جانها دارن تباه میشن، زندگی داره به باد میره. و همین دلیل از این که یه کمپین های بزرگ، این که بازی با جان انسان ممنوع، و فقط این کمپین هم باید اینا مثلا اقدام عملی بکنه، یعنی یه حکومتی فقط اگر ما وضعیت درستی داشتیم از در سفارای ها، توازن قدرت، چون شرایط جهانی داخلی به نحوی نیست که این آرایش خوب صورت گرفته باشه، ضعف ها هستن، خلاها هستن، میتازن قدرت های بزرگ، بازم رژیم میبینیم دیگه چی میکنه. خب والا هر حکومتی میخواست در این شرایط نرمال این کار بکنه، بخاطر همین سرنگون میشد. اگر میخواستی یه چنین بیخردی، چنین دیوانگی، مالی خولیایی رو تبدیل کنه به یه سیاست رسمی. بعد اینا همه اومدن الان اعلام کردن، چه ظریف چه بقیه آدم ها، خود دولت عملا اعلام کردن که خامنه ای تصمیمات گرفته. مثلا ظریف اومد رسما اعلام کرد دیگه، ما البته روشن بود، قبلا هم صحبت شده بود که خامنه ای تصمیم گرفته که مثلا چیز هسته ای تصویب بشه. دولت به این شکل نمیخواست، چون بالاخره اون میدونست این چه مسائل ایجاد میکنه، باید پاسخ خوب باشه خودش. ولی ظریف اومد گفتش که همین صحبت هایی که داشتیم، خود رهبری تصمیم گرفت بعد اجرا بشه مصوبه مجلس تمام، در حالی که اینا قبلا موضوعش رو اعلام کرده بودن، اصلا نمیشه مخالفت کرد من به این شکل اینا، که مثلا بعد از الحاقی بیان بیرون، باید نمیتونم از آژانس بیرون کنن، همین گفت همه اینا دستور آمد دادن زمانبندی کردن خیلی چیزا رو، همین فلز اورانیوم هسته‌ای که اصلا به معنی کاربرد نظامی است تولید باید بشه، و همینطوری بقیه چیزا. ببینید پس بنابراین ما شاهد این هستیم که حکومت اسلامی ایران در شرایطی که در اون حوزه هایی که میتونست مثلا رقابت کنه، نبرد واقعی بکنه، نبرد به اصطلاح زمینی، همه رو در حوزه های دیگه فرافکنی میکنه، هارت و پورت، انتقاد، به اصطلاح لفاظی، تهدید های اینطوری که خاطری که جبران کنه و جست خودش حفظ کنه. و این از قضا نقطه ضعف رژیم هست، یک حفره هست، یک حبابی هست که اگر نیروها آرایش پیدا بکنن، میفهمن که رژیم زیرپاش خالیه در کل، در افقهای بیخم بزرگتر، نه در لحظه ای که هنوز توازن به هم نخورده کامل. خب رژیم از این مانور ها میکنه، ولی در یک مقدار به اصطلاح فرایند مبارزات شکل بگیره، ضربتی هم نمیشه این خلل رو پر کرد، ولی جهتگیری افقها اگر روشن بشه که آدم چه نقشه جامعه داره، چه به اصطلاح حرکتی رو باید به صورت استراتژیک ادامه بده، رژیم یه جاهایی را فرو خواهد پاشید، این تضاد مچاله خواهد کرد بین شکل محتوا، یعنی بحرانهای بزرگی رو حادث خواهد شد که اونجا فرصت هایی است که اگه شما آرایش قبلیتون خوب تنظیم کرده باشید، خوب حرکت کرده باشید، نه اینکه تعرض، ولی بدونید افقا روشن بشه، گفتمان اینو شفاف بشه، اتحادها و اون هسته های اصلی همگرایی شکل گرفته باشه که بعدا منتشر میشه در شرایطی که باز میشه، بحران میشه، یعنی میان صحنه. همه اینها اگر خوب انجام شده باشه در لحظه نمیشه اینو به هم زد، ولی ما میدونیم که یه چنین بسیار تضاد بسیار بزرگی رژیم توش هست، حاملشه، و یه روز سر باز خواهد کرد قطعا، چون دوتا متضاد دارن حرکت میکنن، نیروهای کشاکش دارن، در اون شرایط فرصت های خوب به دست میاد که ما بتونیم
مثلا از حالت لاک خودمون رفته، رژیم مثلا سرکوب کرده کشونده و شرایط بین‌المللی هم نهار دامن زده، از این فرصت ها برای به اصطلاح عروج خودمون به ورود به صحنه دیگه و به هم زدن تعادل استفاده کنیم، از حالت تدافع گذر کنیم به حالت تعرضی جنبشا. اینو باید در افق خودمون داشته باشیم، متو با تحلیل از وضعیت و ضمن توازن نیروی موجود. عنوان سوالی در واقع برای بسیارانی مطرح، مسئله ساکت کردن ترامپ. این به بخش اول گفتگومون بستگی داره، ولی خوبه که حداقل موضع چپ رو در این رابطه بگیم، با توجه به اینکه در واقع ترامپ رو دارن خفه میکنن دیگه، یعنی فیسبوک حذفش کرده، بعد چیز حذفش کرده، در واقع غولهای فناوری تیوتر حذفش کرده، برای همیشه حسابشو بست، فیسبوک برای زمان نامحدودی بست، پالر در واقع که خدماتش توسط آمازون قطع شد و تا حد زیادی اون میشه گفت که ارگانهایی رو که صدای اون رو پخش میکردن حذف شد. گرچه میدونیم که ترامپ یک جنبش یا جریان نئوفاشیستی، راسیست و واقعا تمامیت خواه رو نمایندگی میکرد و میکنه، ممنوعیت او با بسیاری از ترمهای آزادی، حتی یک آزادی لیبرالی ناهمخوانه. ارزیابی شما از این قضیه چه هست و موضع چپ چه باید باشه در قبال این ممنوعیت ها؟ چون خصوصا ما شاهدیم که دیگه اساسا تویوتر و فیسبوک و در واقع این غول‌های فناوری هستن که رسانه‌های اصلی رو در واقع بازتاب میدن و همه رو پوشش میدن. خیلی از رسانه‌های رسمی هم که اون رو نمیدادن در واقع ترامپ رو، ولی خب اون از این طریق وارد شد، حالا اینم بسته شد. فکر میکنید چه هست با توجه به اینکه به اصطلاح ظاهرا دولتی در کار نیست، اما اهرم قدرت سانسور با قدرت خودش رو میتونه نشون بده، با یک کلیک صدای یه نفر که الان رئیس جمهور قانونی آمریکاست رو قطع میکنه، چه برسه به جریانات چپ و رادیکالی که بسیارانی صداشون میتونه با همین سیاست قطع بشه. ببینید مسئله قدرت از مدت ها پیش هم خب این بحث ها بوده در میان صاحب نظران در مورد مخصوصا در فرانسه اینا، که قدرت به هر حال فقط سخت افزاری نیست. قدرت بخش مهمش که الان در دنیا غلبه پیدا کرده خیلی مهم هست، یعنی تمدن بشری که اومده به این سمت این وزنش بالا رفته، قدرت نرم. قدرت نرم چون قدرت های انضباطی، قدرت های سرکوب، قدرت های تنبیهی در گذشته خیلی کار کرد داشته، ولی بعدها دیگه وقتی که تحولات اتفاق میفته، انسان ها پیشرفت پیدا میکنن، تکنولوژی پیشرفت میره، آگاهی پیشرفت پیدا میکنه، جهانی سازی و جهانی شدن، نه فقط جهانی سازی، جهانی سازی در درون جهانی شدن اتفاق میفته. یعنی جهانی شدن یه پدیده است که انسان بشر میشه جهانی، اصلا بهترین ترقی و پیشرفت هم از همیشه اینطوری بوده، از قبایل اومده جلو و میاد جلو، ولی در درونش یه نوع جهانی سازی هم هست که مناسبات قدرت و اقتصاد سیاسی خاصی توش فعاله. اون جنبش خب طبیعتا مورد درگیری و منازعه هست. به در این روندهای جهانی شدن قدرت نرم وزنش خیلی بالا رفته. قدرت نرم معنی این است که انسان ها نه به وسیله نیروی بیرون از خودشون تنبیهی، بلکه از طریق آگاهی، ایدئولوژی، چیزهایی که میپذیرن، درونی میکنن، خودشون رو در واقع انطباق میدن با مناسبات قدرت، با نظم، با مسائل عمومی. دیگه اونطوری نیست که مثلا بخوان هر لحظه شلاق بس گذشته، اینا عوض شده کاملا. این قدرت نرم وقتی صحبت میکنیم فراگیر شده، همین شرکت های گلوبال که الان اسمش رو بردی، از گوگل بگیر، فیسبوک بگیر، بقیه همین شعبات، یه تعداد انحصاری هم که همه با اسامی مختلفی زیر چتر خودشون هم.
چون عالی ترین انحصارات جهان، جهان سرمایه داری اینجا هست. اینها در واقع کل مسئله شبکه اطلاع رسانی، آگاهی، تغذیه انسان، ایدولوژی، همه اینها رو در واقع به شکل حادترین یا بگیم اوج انحصاره. دیگه ما نمیتونیم بالاتر از این انحصار تصور کنیم. انحصارات در درون خودش صورت میگیره با هم دیگه. الان 7-8 نفری هستن که تمام دیگه 7-8 نفر چیزی نیست که در یه تاکسی میشینه جار داره، یعنی اتوبوس هم نه، حتی در یک ماشین کوچیکه که میبینیم که 7-8 نفر اینا جا میگیره. همینا بیشتر از اون نیستن. اینا جهان رو کنترل میکنن از نظر افکار، ذهن دادن، ذهن شکل دادن، و نه فقط ذهن دادن، اینا در این حال اقتصاد سیاسی هم هستن. یعنی همه اینا ثروت و مالیات و پول و همه اینا این توش میچرخه. و بقیه چیزا سوار رو اینا بورس و غیره اینا خیلی هاش منتقل شدن به همین شبکه ها، همین پول ارز خیلی اینا که در آینده میگن اصلا این خواهد شد. میبینید اقتصاد سیاسی بسیار بسیار قوی، چون آنلاین شدن فقط ارتباط نیست که، زندگی است. چون واقعیت اینه که اینترنت جامعه است. خیلی ها فکر میکنن که مثل اینترنت یعنی ارتباط. یک بچه از اینترنته. اصلا تولید یک جامعه نوی نیست. یعنی بسیار از صنایع زندگی اینجا منتقل میشه به صورت دیجیتال که ارتباط هم باور داره، ولی اینجا اصلا یک بستر عجیب غریب جدید است که انسان تولید کرده، تمدن بشری هرچی. بعد اینجا یه انحصارات بسیار بزرگی دارن نقش آفرینی میکنن، ذهن میسازن، شکل میسازن، قدرت نرم، اون قدرت سخت ساری دولت ها الان در کنترل اینا هستن. مثلا خانم مرکل میاد رئیس جمهوری که میگن یکی از مثلا مهمترین کشورهای جهانه، صدر اعظم، مذارم خب صدر اعظم آلمان به هر حال یکی از کشورهای درجه اول جهانه اقتصادی کشور. ببینید چقدر با زبان مثلا ضعف صحبت میکنه که اعتراض میکنه به همین، مثلا میگه که این قانونمند باید بشه، اینطوری خطرناکه. ولی خب میبینید که یعنی یک کسی که مهمترین دولت‌های جهان داره، این به اینا اصلا نمیتونه فرمان بده، فقط شکوه میکنه. مثل که من اپوزیسیون نشستم رو شکوه میکنه یه رئیس جمهور مقتدر در صدر اعظم مقتدر کشور جهان هم آلمان هم انتظار کنه. خب این معنیش اینه که دولت‌های رسمی و دولت‌های سخت افزاری در مقابل اینا چقدر عاجزن و چقدر اینا تو چنگشونه، همین دولت‌ها در چنگ اوناست. خب یه واقعیتی هست، مثلا اگر بایدن اینا نبودن میگه میتونست بایدن پیروز بشه، قبلش هم اینا درگیر بودن، منتها این اوجشه که حالا که دیگه طرف به اون نقطه رسیده، حتی که چاشنیش در میارن که تحت عنوان خشونت. البته همپوشانی هم داره، همیشه هم از همپوشانی استفاده میشه برای پیشبرد هدفهای بزرگ، ولی همه نگرانن که خب بله یه خشونت حالا فراخوان میده میگه بیایید فلان به فرض اولا، و ثانیا خشونت رو کی تعریف میکنه؟ خشونت هم خود رو تعریف میکنه، خود ایدئولوژی سازی هم میکشم من خشونت الان گفتم شکل میدم، خشونت شما تعریف میکنید، امروز اینطوری تعریف کردی، ولی فردا میتونید چنان تعریفی بکنید که چپ و نیروهای کارگری همه اینا خشونت محسوب بشه. بهبات ها که بمباران میکنن مردم یمن و یا مثلا افغانستان و یا نیروهای سوریه، دولت سوریه رو توی شرق سوریه، خشونت نیست. اما خشونت آره دیگه تعبیر میشه، تعبیر میشه. البته اینا در ائتلاف با دولت ها هستن، دولت ها در چنگشونه، در چنگشونه، نه اینکه در تقابل با دولت ها باشن، دقیقا در یک چیز در چنگشونه. میخوام قدرت فقط در گذشته ها قدرت در دولت فقط دیده میشد، الان این تصور دیگه اصلا درست نیست، غلطه. دولت ها به شکلی اصلا قدرت به شکلی نرم افزاری که خیلی بیشتر از اونها برد دارن، از اون سخت افزاری ها اینجا خودش نشون داده. در این بزنگاه ما شاهدین هستیم که چجوری مثلا ترامپ و رئیس جمهور و مقتدر و به اصطلاح پوزه بند براش میزنن. این به این معنا نیست که حالا این درست بوده کارش یا اون درست نبوده، این داریم از این بزنیم. پس بنابراین جامعه انسان بشری یعنی جهانی شدن، گفتم از اول با همین شروع کردم، یه جهانی سازی داریم، یه جهانی شدن.
اون جهانی شدن انسان، کارگران، زحمتکش اصلا بنا به تعریف جهانی هست. تو سرمایه جهانی، کارگران جهانی هست، کمونیست جهانی، سوسیالیست جهانی، همه اینا. آزادی جهانی، محیط زیست جهانی، تندرستی جهانی. ببین مسائل ما جهانی هستش. و امروز جهانی شدن معنا داره، فرق میکنه در گذشته. در گذشته در امتداد جهانی بود. سعدی میگفت بنی آدم اعضا یک پیکرن، 800 سال پیش. ولی امروز ما به ازا عینی پیدا کرده، فرقش کفی. به همین دلیل من دارم اینو بحث میکنم که جنبش ها و مثلا جهانی شدن واقعی، یعنی اون بشری که به هر حال با هم منافع مشترک دارن، باید بتونن قانومند کنن این مسائلی که نتونن شرکت ها این همین مورد اخیر اتفاق افتاد خودسرانه برای خودشون تصویب کنن، تعریف کنن و بتونن فردا هر کاری که بخوام بکنن، همین از امروز هم دارن میکنن، در شکل دادن نشانه یه توازن قوای جدیدیه. یعنی در واقع به قول شما اگر ما دولت به مساوی دولت در واقع دولت های مستقر قبلا سیاست سانسور و کنترل رو سازمان میدادن، این شرکت های فناوری در واقع تا حد زیادی شبکه های رسمی خبررسانی رو، رسمی و غیر رسمی خبررسانی، تحت کنترل گرفتن، با بمباران خبر اصلی ترین خبرها رو میبرن زیر و همین سیاست خاموش کردن رو پیش میبرن، خصوصا توی دوره کرونا که یک قدرت وحشتناک تری هم پیدا کردن. یعنی همین به اصطلاح کار از خانه و این به اصطلاح چیز باعث شده که این شرکت ها خیلی خیلی قوی تر از قبل هم بشن. به قول یکی گفته که شاخص نزدک توی 12 ماه گذشته 43% رشد داشته، در حالی که میلیون ها نفر خانه خراب شدن، کارشون از دست دادن، نزدیک 2 میلیون نفر مردن و در واقع این فاجعه همجور ادامه داره. توی سال 2020 که دوره سال نکبت بود، میگه سهام گوگل 32%، فیسبوک 36%، آمازون 79%، اپل 82% و زوم 515% رشد داشته. این در حالیه که چیزای مثلا گردشگری فلان بمان این چیزای اینا تا حد 30% کاهش پیدا کرده. یک سری از چیزای شاخصای مثلا شرکت های هواپیمایی، شرکت های توریستی اصلا محو شدن به لحاظ اقتصادی و ما شاهدی کنترلیم. شاید بیشتر هم منظور این بود که چطور میشه این موقعیت سرمایه جدید، نوع جهانی سازی، چطور شرکت های کوچک، میلیاردرهایی که به قول شما توی یک مینیبوس جا میگیرن، میتونن جهان ما رو کنترل کنن. یعنی تغییر توازن قوا به گونه‌ای که با یک فرمان یک دفعه مردم مثل مردم ایران، مردم ونزوئلا، مردم کوبا میتونن توسط دولت‌ها خفه بشن، نذارن مبادلات اقتصادی داشته باشن، تحریم‌های بین‌المللی میکشدشون، فیسبوک و اینها میتونه اونا رو از صحنه روزگار حذف کنه. و واقعیتش اینه که دوره جدیدیه. بله، این نکته از این جهت مهمه که من عرض کردم که با یک جامعه جدید مواجه هستیم. جامعه جدید اصلا مسائل فنینا رو تعریف بدیم که حرفایتام همین بود کاملا. و این جامعه جدید یعنی این که مبارزه طبقاتی اجتماعی سیاسی که در جامعه اصلی وجود داشت در این جامعه کاملا حضور فعالش میشه، مکمل هم هستن، هم افزایی میکنن در یه شرایط. اینا باید اینقدر حضورشون اعمال و اتوریته بکنن، نفوذ پیدا بکنن که کنترل کنن و اگر تونستن جامعه رو اصلا به طور کلی کنترل کنن. اگر نشد تا اون لحظات اینها رو تحت کنترل قرار بدن. پس بنابراین ما با یک جامعه ای که انسان ساخته مواجه هستیم که با چالش های خودش مواجهه، خیلی چالش هایی که خارج از بحث منه توش مسائلش، و بعد الان سعی میکنن همه به نحوی اینجا دست اندازی کنن، دولت ها، قانونمندی ها، همه چی. درود بر شما تغییر روزبه گرامی.